مراسم 40 ژینا مهسا امینی، زادبوم و آرامگاه این دختر جوان را به صحنه حضور 10,000 نفری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی بدل کرد و محرک تداوم خیزش مردمی علیه جمهوری اسلامی شد. سلام، من بیتا آذری هستم با برنامه دیدگاه. سقزی ها و شهروندان دیگر مناطق کردنشین روز چهارشنبه سیل خروشان و عظیمی را به نمایش گذاشتند که به سمت آرامگاه مهسا امینی روان می شد. سیلی که با شعارهایش دامنه اعتراضات را به روز پنجشنبه کشاند و علاوه بر مهاباد شهرهای دیگر ایران را نیز به صحنه رویارویی با جمهوری اسلامی بدل کرد. در دیدگاه همراه با فرزاد سیفیکاران، روزنامه نگار از هلند، تحولات خیزش سراسری ایرانیان پس از 40 مهسا امینی را بررسی می کنیم. آقای سیفیکاران، فکر می کنم برای شروع گفتگو لازمه بدونیم اساساً چرا حکومت نمیخواست 40 ژینا مهسا برگزار بشه. برای اینکه جلوی مراسم 40 این دختر جوان رو بگیرن چه برنامه‌هایی ریخته بودن؟ خب باید ما برگردیم به در واقع 3 و 2 روز قبل از برگزاری مراسم 40. طبق خبرهایی که ما از طریق بستگان و نزدیکان خانم مهسا امینی داشتیم، خانواده ایشون به شدت از طریق نهادهای امنیتی و فرمانداری شهر سقز تحت فشار قرار داشتن برای اینکه یک بیانیه رو صادر بکنن مبنی بر لغو مراسم 40. اما خب خانواده به هیچ عنوان زیر بار این موضوع نرفتن، حتی تهدید شدن به اینکه برادر کوچک زنده یاد مهسا امینی، آقای اشکان امینی رو بازداشت میکنن. با این وجود خانواده حاضر نشدن این رو بپذیرن و حتی طبق صحبتی که من با یکی از پسرخاله های زنده یاد مهسا داشتم، گفتش که آقای امجد امینی پدر مهسا گفتن حتی اگر ما در این مراسم شرکت نکنیم یا بیانیه هم صادر بکنیم، مردم باز به این مراسم خواهند آمد و دیدیم که این اتفاق هم افتاد. به همین خاطر رسانه‌های حکومتی مانند ایرنا و فارس یک شب قبل از مراسم بیانیه‌ای رو مبنی بر لغو مراسم از طرف خانواده امینی منتشر کردند که من باز طبق صحبتی که با نزدیکان داشتم، اونها اعلام کردن به هیچ عنوان این بیانیه از سمت اونها نیست و اونها هیچ بیانیه‌ای رو منتشر نکردند، کما اینکه در شبکه‌های اجتماعی خانواده همچنین بیانیه‌ای در دسترس قرار نداشت و خبرهای ضد قیزی هم درباره بازداشت پسرشون منتشر شده بود که اون هم صحت نداشت. اما خب اونها رو در یک حبس خانگی قرار دادن و متاسفانه روز گذشته هم خانواده درجه 1 مهسا امینی، یعنی پدرش، مادرش و برادر کوچکش، امکان حضور در این مراسم باشکوه رو پیدا نکردن. از موقعیت آرامستان آیچی و اعتراضاتی که در اطراف مزار ژینا شکل گرفت برای ما بگید آقای سیفیکاران، چرا تحولات این مراسم رو باید مهم قلمداد کرد؟ خب آرامستان آیچی در روستایی به همین نام در واقع در جنوب غربی شهر سقز قرار داره که به وسیله جاده سنندج سقز مسیر اصلی دسترسی به این آرامستان هستش. اما خب مسیرهای فرعی هم وجود داره که از دل کوه‌ها و در واقع مسیرهای قدیمی که برای در واقع تردد مردم این روستا به شهر سقز استفاده می‌شد همچنان وجود داره. اما خب از شب قبل نه تنها ورودی‌های اصلی شهر سقز توسط نیروهای امنیتی مسدود شده بود و سعی داشتن جلوگیری بکنن از اینکه مردم شهرهای دیگه برای مراسم خودشون رو به اونجا برسونن، بلکه مسیرهای اصلی رفتن به سمت آرامستان آیچی رو هم مسدود کرده بودن. به همین خاطر مردم با پای پیاده و از نه تنها مسیر جاده سقزبانه که مسیر اصلی هست، از مسیرهای فرعی هم، کما اینکه در ویدیوها دیدیم، از مسیرهای مانند عبور از رودخونه ها و همین مسیرهای قدیمی فرعی خودشون رو به اونجا رسوندن. موقعیت این آرامستان به نسبت شهر سقز خب در واقع جزء آرامستان جدیدی هست که درست کردن، به خاطر اینکه آرامستان قدیمی شهر در وسط شهر قرار داره و پر شده و امکان این که در واقع افراد جدید در اونجا به خاک سپرده بشن وجود نداره. اما خب این مراسم ما شاهدش بودیم، به نوعی میشه گفت مهمترین و سیاسی ترین 40 در تاریخ جمهوری اسلامی به حساب میاد، به خاطر اینکه در طول 40 روز گذشته به صورت بدون وقفه یکی از گسترده ترین و ضد حکومتی ترین اعتراض ها نسبت به حکومت وجود داشت و خب این نگرانی برای حکومت وجود داشت که آن اتفاقی که در روز خاکسپاری مهسا امینی به وقوع پیوست، اون حضور گسترده مردم، اون اتحادی که باعث شد به
سراسر کشور در واقع گسترش پیدا بکنه که به نوعی حلقه مفقوده همه ایرانی ها در تمام این 4 دهه گذشته بود این اتحاد دوباره به دست بیاد و مردم فارغ از هر گونه نگاه در واقع اتنیکی، مذهبی و یا زبانی پشت هم متحد بشن شکل بگیره. و ما دیدیم که این اتفاق برای دومین بار بعد از 40 روز اعتراض مداوم شکل گرفت و این یک پیام بسیار جدیتر رو برای حکومت به همراه داشت که مردم خواهان تغییر هستند و به هیچ عنوان حاضر نیستند دیگه به این فضای اختناق و سبک زندگی که بر اونها تحمیل شده برگردن. پیرو صحبتتون آقای سیفی کاران، 40 مهسا بر تداوم قیام مردم در مناطق کردنشین به نظرتون چه تأثیری گذاشته؟ خب باید اشاره کنم که در شهرهای مانند سقز و سنندج این 40 روز این اعتراض ها به هیچ عنوان متوقف نشد. به صورت ویژه شهر سنندج 40 روز گذشته رو به صورت بی‌سابقه هر روز و هر شب در اعتراض به سر برد. اما خب تداوم اون نشون داد که مردم خواهان یک تغییر اساسی و رسیدن به مطالباتشون هستند. مخصوصا به صورت ویژه اگر کردستان رو مد نظر قرار بدیم، بسیار نگاه امنیتی و در واقع شرایط اختناق بسیار زیادی اونجا هست، یکی از محرومترین استانها هست و مردم 4 دهه این شرایط امنیتی و این محرومیت رو زندگی کردن و به همین خاطر دیگر خواهان این نیستن که در چنین شرایطی زندگی بکنن. ما دیدیم که شب گذشته با وجود اینکه فضای امنیتی در تمام این شهرها گسترده بود، اما شهرهای سنندج، سقز، مریوان، بانه، دیواندره، کامیاران، مهاباد شاهد اعتراض‌های گسترده تا نیمه های شب بودند. و فقط یک نکته کوچیک رو هم اشاره بکنم، اعتراض‌های روز گذشته در 40 خانم مهسا امینی یک نکته بسیار مهم داشت و اون هم همزمانی اعتصاب در شهرهای کردستان بود که 8 اعتصابی بود که در طول 40 روز گذشته در این شهرها شکل می‌گرفت. از اعتراضاتی که همزمان با 40 مهسا در نقاط دیگه کشور اتفاق افتاد چه ارزیابی دارید آقای سیفی کاران؟ به جرئت میشه گفت بسیار به مراتب گسترده تر بود نسبت به روزهای قبل و حتی روز خاکسپاری زنده یاد مهسا امینی، چون در روز خاکسپاری فقط شهر سقز بود و بعدن در اواخر روز شهرهای سنندج، مریوان و چند شهر کردنشین دیگه مانند دیواندره و اینها به اعتراضات پیوستند. اما در روز 40 نه تنها از قبل فراخوان‌های متعددی توسط تشکل‌های دانش آموزی، تشکل‌های معلمان، تشکل‌های کارگری برای پیوستن و حتی جنبش‌های زنان برای پیوستن به این اعتراض‌ها صادر شده بود، بلکه دیدیم که از دانشگاه‌ها از صبح این اعتراضات شروع شد در دانشگاه مختلف سراسر کشور، مخصوصاً در تهران، اصفهان، تبریز، کرج، اهواز، شیراز و همینطور این حلقه اعتراض‌ها گسترده تر شد که تا نیمه های شب ادامه پیدا کرد. در و بر اساس تصاویری که دست کم منتشر می شد میشه به جرئت گفت که در بیشتر از 15 استان و 55 شهر روز گذشته ما شاهد اعتراض های گسترده بودیم. مهابادی هم اعتراضات گسترده رو رقم زدن آقای سیفی کاران، همونطور که خودتونم اشاره کردید فرمانداری شهر رو هم گرفتن. درباره مهاباد برای ما بیشتر میگید؟ بله، شب گذشته در جریان اعتراض هایی که در مهاباد گرفت، متاسفانه یکی از شهروندان مهابادی توسط نیروهای امنیتی به ضرب گلوله کشته شد و این باعث یک خشم عمومی بیشتر در میان شهروندان مهاباد شد که نه تنها همون نیمه های شب و در واقع بامداد صبح پنجشنبه مراسم بسیار باشکوه خاکسپاری برای این شهروند برگزار کردند که در اون شعارهایی کاملا ضد حکومتی سر دادن، شعارهای مانند مرگ بر دیکتاتور و کردستان در واقع گورستان فاشیست ها، و این باعث شد که این اعتراض ها در آغاز روز پنجشنبه هم تداوم پیدا بکنه. معترضان خشمگین به سمت فرمانداری رفتن و برای مدتی فرمانداری رو در کنترل خودشون گرفتن، اگرچه الان طبق خبرهایی که ما داریم دوباره فرمانداری به دست در واقع نیروهای حکومتی در اومده، اما همچنان اعتراض ها در سطح شهر مهاباد ادامه داره. مادران داغدار و مادران در واقع مهابادی اومدن و اعلام بیعت کردن با خانواده فردی که شهید شده و همچنین با خانواده زنده یاد مهسا امینی، که این در نوع خودش باز هم یک حرکت بسیار بدی و نوین بود از مادران شهر مهاباد که شیوه جدیدی از اعتراض رو در این شهر نشون میداد. و امروز از اوایل روز شهر مهاباد
کانون اصلی اعتراض ها در ایران بوده و ما همچنین وقایع رو دنبال میکنیم که ببینیم شرایط به چه صورت پیش خواهد رفت. اما همچنان این اعتراض ها ادامه داره و بر اساس تصاویر و ویدیوهایی که دریافت کردیم، نیروهای امنیتی با وجود اینکه شب گذشته یک معترض رو در این شهر کشتن، همچنان به سمت معترضان از گاز اشکاور و گلوله های ساچمه استفاده کردن. آقای سیفی کاران، این ارزیابی وجود داره که وقایع مرتبط با 40 مهسا نقطه اوج اعتراضات در 5 هفته گذشته بوده. شما در این باره چی فکر میکنید؟ روند اعتراضات رو از شکل گیری تا امروز چطور دیدید؟ بله، همونطور که در ابتدای صحبت ها من اشاره کردم، این سیاسی ترین مراسم 40 بود که در طول 43 سال گذشته در ایران برگزار شد. ما یک اعتراضاتی رو داشتیم که در ابتدا در مخالفت با پوشش اجباری یا حجاب اجباری شروع شد، اما این اعتراضات اکنون به یک اعتراضات کاملا ضد حکومتی منجر شده. و من جا داره اشاره بکنم که ما یک روندی رو شاهد بودیم در طول این 40 روز که مردم دیگر حاضر نیستن به آن سبک زندگی که در 40 روز قبل داشتن برگردن. برای مثال، اگر در قوانین جمهوری اسلامی حجاب اجباری بود و زنها سعی می‌کردن به عنوان یک عادت بود برای اونها تبدیل شده بود حجاب رو رعایت کنن، اکنون دارن سعی میکنن که این عادت رو به یک عادت دیگر تغییر بدن، یعنی به عادت اینکه بدون حجاب برن بیرون، بدون حجاب برن صبحانه بخورن، بدون حجاب به مردمی که مردم غم زده میدونن آغوش گرم مهربانی بدن. و خب این یعنی یک تغییر جدی شکل گرفته، یک عزم جدی شکل گرفته. ما دیروز میدیدیم در ویدیوهایی که از مراسم 40 زنده یاد مهسا امینی منتشر شد، زنها بدون روسری از مقابل نیروهای امنیتی عبور میکردن و نه تنها هیچ هراسی از این موضوع نداشتن، بلکه کاملا نسبت به اون بی‌توجه بودن، انگار که سالهاست دارن با اون نوع پوششی که خودشون اختیار کردن زندگی میکنن، در خیابان حضور پیدا میکنن. در کرج دیدیم که دختران جوان در وسط خیابان با موهای باز و بدون روسری میرقصیدن. خب این نشون میده که این اعتراضات تا چه اندازه شکل و شیوه حتی سبک زندگی مردم رو تغییر داده و دیگر حاضر نیستن اون سبک زندگی که حکومت بر اونها تحمیل میکرد رو بپذیرن. و به نوعی میتونیم بگیم این خواست تغییر به نوعی همراه شده با خواست تغییر ضد حکومتی. سپاسگزارم از شما فرزاد سیفی کاران، روزنامه‌نگار از آمستردام، هلند. از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما تشکر می‌کنم.